داستان کوتاه اسیر فرانسوی نوشته صادق هدایت. در بزانسن بودم. یک روز وارد اتاقم شدم، دیدم پیش خدمت آنجا پیشبند چرک آبی رنگ خودش را بسته و مشغول گردگیری است. مرا که دید رفت کتابی را که به تازگی راجع به جنگ از آلمانی ترجمه شده بود از روی میز برداشت و گفت: ممکن است این کتاب را به من آریه بدهید بخوانم؟ با تعجب از او پرسیدم: به چه درد شما می‌خورد؟ این کتاب رمان نیست. جواب داد: خودم می‌دانم، اما آخر من هم در جنگ بودم، اسیر بش‌ها شدم. من چون خیلی چیزهای راست و دروغ راجع به بدرفتاری آلمانی‌ها شنیده بودم، کنجکاو شدم. خواستم از او زیر پاکشی بکنم، ولی گمان می‌کردم مثل همه فرانسوی‌ها حالا می‌رود 100 کرور فحش به آلمانی‌ها بدهد. باری از او پرسیدم: آیا بش‌ها؟ به زبان تحقیرآمیز فرانسه به جای آلمانی‌ها. با شما خیلی بدرفتاری کردند؟ ممکن است شرح اسارت خودتان را بگویید؟ این پرسش من سر درد دل او را باز کرد و برایم این طور حکایت کرد: من 2 سال در آلمان اسیر بودم. خیلی وقت نبود که سرباز شده بودم. نزدیک شهر نانسی جنگ در گرفت. عده ما تقریبا 300 نفر می شد. آلمانی ها دور ما را گرفتند. سرهوایی شلیک کردند. ما هم چاره نداشتیم. نمی توانستیم ایستادگی بکنیم. همه من تفنگ ها را انداختیم و دست هامان را بالا کردیم. چند نفر از آلمانی ها جلو آمدند. یکی از آنها به زبان فرانسه گفت: شما خوشبخت بودید که جنگ برایتان تمام شد. ما هم خیلی دلمان می‌خواست به جای شما بوده باشیم. بعد جیب های ما را گشتند، هر چه اسلحه داشتیم گرفتند و ما را دست دسته کرده با پاسبان روانه کردند. چند نفر زخمی میان ما بود که به مریضخانه فرستادند. بعد از 2 روز مسافرت من و 1 نفر فرانسوی دیگر را نگهبان اتاق اسیرهای ناخوش روسی کردند. اما از بس که این کار کثیف بود و ناخوشها روی زمین اخوتوف میانداختند، من چند روز بیشتر در آنجا نماندم. خواهش کردم کار مرا تغییر بدهند. آنها هم پذیرفتند. بعد مرا فرستادند نزدیک شهر کلنی در 1 دهکده برای کارهای فلاحتی. رفیقم هم با من بود. از صبح زود ساعت 6 بلند می شدیم، به طویله سر می زدیم، اسبها را قشو می کردیم، به کشتزار سیب زمینی سرکشی می کردیم. کارمان رسیدگی به کارهای فلاحتی بود. در همانجا من و رفیقم به خیال فرار افتادیم. 2 شب و 2 روز پای پیاده از بیراهه از این سو و آن سو رفتیم. می‌خواستیم از راه هلند برویم به فرانسه. بیشتر شبها راه می‌افتادیم. بدبختانه آلمانی هم بلد نبودیم. من چون گوشم سنگین بود چند کلمه بیشتر آلمانی یاد نگرفتم، اما رفیقم بهتر از من یاد گرفته بود، تا اینکه بالاخره گیر افتادیم. جای ما را عوض کردند و ما را فرستادند جنوب آلمان. پرسیدم: از شما گوشمالی نکردند؟ گفت: هیچ. تنها ما را ترساندند که اگر دوباره این کار را تکرار بکنیم آزادی من را خواهند گرفت و کارهای سخت تری به ما خواهند داد. ولی کار من مثل پیش فلاحت بود. جای من هم بهتر شد. با دخترها عشق بازی می کردیم. یعنی روزها که در جنگل کار می کردیم فاصله به فاصله دیدبان بود که مبادا از اسیری ها کسی بگریزد، ولی شبها دزدکی بیرون می رفتیم. رفیقم 1 زن را آبستن کرد. چون به پیش سینه ما نمره دوخته بودند، شب که می شد روی آن را 1 دستمال سفید بخیه می زدیم و هر شب ساعت 8 از مزرعه می آمدیم بیرون. نزدیک ایستگاه راه آهن جای دید و بازدید ما با دخترها بود.
چیزی که خنده داشت ما زبان آنها را نمی دانستیم. دختر من موهای بور داشت. من او را خیلی دوست داشتم. هیچ وقت فراموش نمی شود. بالاخره رندان فهمیدند، از ما شکایت کردند. ما هم یکی دو شب نرفتیم. بعد جای ملاقات خودمان را عوض کردیم. پرسیدم بدرفتاری آلمان‌ها نسبت به شما چه بود؟ گفت هیچ، چون ما به کار خودمان رسیدگی می کردیم. آنها هم از ما راضی بودند و کاری به کارمان نداشتند. فقط دو سه بار کاغذهای ما را نرساندند. پرسیدم کدام کاغذها؟ گفت برای اسیرها مبادله کاغذ برقرار بود، به این ترتیب که کاغذ خیشان اسیرهای آلمانی را فرانسوی‌ها می‌گرفتند و آلمانی‌ها هم کاغذ اسیرهای فرانسه را ما بین آنها تقسیم می‌کردند. پرسیدم علتش چه بود؟ گفت می‌گفتند که صاحب منصب‌های آلمانی که در فرانسه اسیر شده بودند، فرانسوی‌ها آنها را به الجزایر فرستادند و آنها را به کارهای سخت وادار کردند و با اسیری‌های آلمانی بدرفتاری می‌کنند. از این جهت آلمانی‌ها هم کاغذ ما را نرساندند. اما وقتی شنیدیم آلمانی‌ها شکست خورده‌اند و قرار شد برگردیم فرانسه، با رفقا آنقدر لشگیری کردیم کی جرأت میکرد با ما حرف بزنه. در همان راه آهنی که ما را به فرانسه میآورد، عکس ویلهلم را با تنه خوک روی بدنه اتاق کشیده بودیم و زیرش نوشته بودیم پست باد آلمان. راه آهن را نگاه داشتند، نزدیک بود دعوا بشود. بعد از آن که نیم ساعتی شرح اسارت خودش را داد، آهی کشید و گفت بهترین دوره زندگانیم همان ایام اسارت من در آلمان بود، و جاروب را برداشته از در بیرون رفت. پاریس، 21 فروردین ماه 1309.